سرخط خبرها. تأکید 7 حزب تاثیرگذار بر توافق جهتها روی یک دیدگاه واحد در نشست استانبول. احزاب سیاسی همسو از برگزاری نشست استانبول استقبال میکنند و امیدوار است که جهتهای مختلف در افغانستان به یک راه حل مناسب، جامع و معقول در این نشست دست پیدا کنند. شدت گرفتن تلاش ها برای تسریع روند صلح. منابع میگویند زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از بهره مشخص کردن زمان برگزاری نشست استانبول به کابل آمده است. افزایش بی پیشینه خشونت ها در کشور. وزارت داخله می گوید در یک روز گذشته 27 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین ها کشته و زخمی شده اند. و کشته شدن یک مامور پلیس توسط یک مرد در حمله به کنگره آمریکا. سلام، وقتتان بخیر و سرویس خبری این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 14 ماه حمل سال 14 سال خورشیدی است که برابر است با 3 اپریل سال 2021 میلادی. زهرا سروری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. 7 حزب تاثیرگذار افغانستان تاکید دارند که باید جهتها با یک دیدگاه واحد به نشست ترکیه شرکت کنند. احزاب سیاسی همسو با موضع گیری جدا در مورد نشست استانبول که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود میگویند که از برگزاری این نشست استقبال میکنند و امیدوار است که جهتهای مختلف در افغانستان به یک راه حل مناسب، جامع و معقول در این نشست دست پیدا کنند. آنان از احزاب دیگر نیز خواستند که برای آوردن صلح با آنها همسو شوند و اجازه ندهند که برخی حلقات برای تامین منافع شخصیشان پروسه ملی صلح را با چالش مواجه سازند. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست استانبول، شماری از جریان‌های بزرگ سیاسی کشور برای طرح و پلان مشترک در نشست ترکیه تصمیم واحد اتخاذ کردند. مسئولان 7 حزب سیاسی همسو در یک نشست خبری در کابل نشست ترکیه را برای آینده افغانستان مهم خوانده، میگویند تامین صلح خواسته مردم افغانستان است و ما از هر تلاشی که منجر به رسیدن ثبات دائمی در کشور شود حمایت میکنیم. نمایندگان این احزاب سیاسی میگویند که وضعیت کنونی در کشور اسفبار است و برای عبور از این وضعیت و برای رسیدن به صلح و حکومت پس از صلح روی طرح مشترک در نشست ترکیه به تفاهم رسیدند. صلح بدون هماهنگی، بدون همپذیری و بدون در کنار یک دیگر آمدن امکان پذیر نیست، به خصوص توحید دیدگاه جریانهای کلان و مطرح و سیاسی افغانستان روند صلح را تسریع و کمک می کند. ما در رابطه با مسئله صلح، حکومت بعد از صلح و آنچه باید از کنفرانس ترکیه بیرون شود و تفاهماتی رسیده ایم. اجازه بدین جزئیاتی تفاهمات فعلا با شما در میان نگذاریم. دلیلش ایست که اینمی 7 حزب تصمیم دارن که به عنوان یک تیم هماهنگ کننده و تکنیکی کار کنن، با جهت‌های دیگه هم به تفاهم بشینن. آنان همچنان از یک نشست بزرگ و مهم احزاب سیاسی کشور در مورد مذاکرات استانبول خبر می دهند. نمایندگان احزاب سیاسی در اخیر اعلامیه ای را صادر کردند که در این اعلامیه از کشورهای منطقه و همسایه خواستار حمایت همجانبه پیرامون صلح افغانستان و قطع جنگ شدند. انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز و بدون از اینکه خلای قدرت به وجود بیاید باید صورت بگیرد. انتقال قدرت از طریق انتخابات کاشکی یارزوی همه ماست، ولی چگونه
اصلا معضلهی که امروز مطرح هست و تلاشایی که برای صلح صورت میگیره ناشی از امی هست که ما در او روند نمیتونیم که ادامه بدیم. از تمام کشورهای همسایه، منطقه و جهان میخواهیم که در جهت پایان یافتن جنگ و آوردن صلح و بازسازی کشور صادقانه همکاری نمایند. احزاب سیاسی همسو شامل حزب وحدت اسلامی افغانستان، جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب محاذ ملی و حزب اتحاد ملی است که به تازگی با ایجاد یک کمیته مشترک خواهان طرح واحدی برای برگزاری نشست ترکیه شدند. این همه در حالی است که قرار است در آینده نزدیک اجلاس بزرگ در راستای آوردن صلح در افغانستان که با تلاش‌های سازمان ملل، همکاران بین‌المللی و منطقه‌ای صورت گرفته در ترکیه برگزار شود. سلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از انجام سفرهایش به برخی از کشورهای منطقه از جمله دوحه و دیدار با هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان دوباره به کابل برگشته و با برخی از چهره‌های سیاسی در مورد نشست استانبول گفتگو کرده است. از سوی هم یک عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که هیئت‌های دو طرف مذاکره کننده در دوحه سرگرم گفتگو با نمایندگان کشورهای همکار در روند صلح و نیز نمایندگان سازمان ملل در مورد زمان برگزاری نشست استانبول و تعیین آجندای این نشست است. این در حالی است که یک منبع دیگر به رسانه‌ها گفته است که قرار است نشست استانبول در دهم ماه اپریل با مدت 10 روز برگزار شود. انتظار می رفت نشست ترکیه با محوریت گفتگوهای صلح افغانستان در ماه اپریل برگزار شود. با گذشت یک ماه از پیشنهاد برگزاری نشست استانبول، اما تا هنوز زمان برگزاری این نشست به گونه روشن مشخص نشده است. برخی از منابع می گویند که قرار است نشست ترکیه در 16 اپریل یعنی در 27 ماه حمل برای مدت 10 روز برگزار شود. در عین حال یک عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که رایزنی های هیئت های دو طرف مذاکره کننده در دوحه با نمایندگان کشورهای همکار این پروسه و نیز نمایندگان سازمان ملل در مورد زمان برگزاری نشست استانبول و تعیین آجندای نشست ادامه دارد. نشست ها در مورد کنفرانس ترکیه با نمایندگان کشورهای همکار و سازمان ملل متحد در دوحه ادامه دارد. در این نشست ها روی آجندا و زمان برگزاری این کنفرانس بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. همزمان با جدی شدن تلاش ها از بهر برگزاری نشست استانبول، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بعد از انجام سفرهای منطقه‌ایش دوباره به کابل آمده است و سرگرم بحث و گفتگو با شمار از چهره های اثرگذار سیاسی در مورد نشست استانبول است. از سوی هم رئیس جمهور غنی امروز با سفیران شمار از کشورهای خارجی و نیز نمایندگان سازمان بین المللی در ارگ دیدار و در مورد گفتگوهای صلح و برگزاری نشست استانبول صحبت کرده است. هنوز مشورت ها جریان داره، سبا هم فردا هم یک جلسه در شورای عالی مصالحه است که می بررسی هایی که از افراد مختلف و پرسانه هایی که شده بود اونا را جمع آوری کنیم و به یک نتیجه اگر امکان داشته باشه برسیم تا به شورای امو جلسه کلان شورای عالی مصالحه او را ارائه کنیم. در حالی که حکومت تا هنوز موفق نشده تا یک دیدگاه واحد را پیرامون نشست استانبول گردآوری کند، اما یک عضو شورای عالی مصالحه ملی میگوید که بررسی های طرح صلح آمریکا از سوی وزارت دولت در امور صلح تکمیل شده و قرار است این وزارت نتیجه بررسی هایش را به کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی ارائه کند. کشورهای دوست و منطقه و جهان همه در یک وضعیت جدید قرار گرفتند. از او جمله از آقای خلیلزاد که یاد کردین و شما هم معلوم است که اونها گفتگوهای خود داشتن با احزاب سیاسی در چند دوره و شاید عالی هم دوام بودن. او را خوب نفش نمی کنیم که چی وقت صورت می گیره. فکر می کنیم که در صدد ازی هستن و مردم انتظاری را دارن که آخرین گفتگوها یا تماس هایی که از آقای خلیلزاد
به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا صورت میگیرد در راه است. این همه در حال صورت میگیرد که از چند روز به این طرف تلاش ها برای تعیین آجندای نشست استانبول سرعت یافته است. با همه این بگو مگوها تمامی چشم امیدها به نشست ترکیه دوخته شده است تا برایند این نشست بتواند منجر به صلح دائمی و قطع جنگ در کشور شود. قول اردوی 209 شاهین میگوید در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب 26 طالب به شمول 3 عضو ارشد این گروه کشته و بیش از 30 تن دیگر آنان زخمی شده اند. از سوی هم وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه میگوید در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی ارغندام ولایت کندهار و دند شهاب الدین ولایت بغلان نزدیک به 30 طالب کشته شده اند. در همین حال مسئولان محلی ولایت کنر میگویند گروه طالبان شب گذشته بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در منطقه گلسلک ولسوالی چپدره ولایت کنر حمله کرده اند. مسئولان قل اردوی 209 شاهین در شمال کشور میگویند شب گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی عملیات‌های هوایی و زمینی را در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب انجام دادند که در نتیجه دست کم 26 طالب مسلح کشته و بیش از 30 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته سخنگوی این قل اردو در میان کشته شدگان این حمله 3 عضو ارشد گروه طالبان به نام‌های قاری مجیب الرحمن عرب، ملا عطاالله فرمانده قطعه سرخ طالبان و قاری شکیب سردسته گروه 100 نفری و استاد ماینسازی طالبان نیز کشته شدند. این حمله زمان اجرا شد که هراس افغانهای طالب از چندین ولایت تجمع کرده بودند و پلان یک حمله وسیع بالای نیروهای دفاعی و امنیتی و مرکز ولسوالی گرزوان را داشتند که خوشبختانه قوای هوایی کشور پیش از تطبیق حملات هجومی دشمن این موقعیت را مورد آماج قرار دادند و افزون بر تلفات سنگین مقدار زیادی تجهیزات جنگی و وسایلشان نیز از بین برده شدند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند طالبان برای حمله بالای نیروهای امنیتی از ولایت‌های غور، سرپل و فاریاب در قریه سرچکان ولسوالی گرزیوان تجمع کرده بودند که پیش از این حمله هدف نیروهای امنیتی قرار گرفتند. در این حال وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه میگوید در عملیات نیروهای ارتش ملی در قریه های جلاور و تابین ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه 18 طالب مسلح کشته شدند. همچنان در یک عملیات دیگر ارتش ملی در دند شهاب الدین ولایت بغلان 9 طالب مسلح کشته شدند. به گفته این وزارت در میان کشته شدگان 3 سرگروه طالبان به نام های خانی، عزت الله و محمد شاملند. شب گذشته در بدخشان جنگ بود، در بغلان جنگ بود، در قندهار جنگ بود، در فاریاب جنگ بود، در هلمند جنگ بود، در ننگرهار جنگ بود. خلاصه باز تکرار میکنم هر جایی که توانشان برسه حمله میکنه. در این حال بامداد امروز در یک انفجار ماین کنار جاده‌ای در شهر مزار شریف یک غیر نظامی جان باخته و یک پلیس زخمی شدند. پلیس بلخ میگوید حوالی ساعت 8:20 دقیقه بامداد امروز یک رنجر پلیس در چهارراهی ذبیح‌الله شهید از مربوطات حوزه پنجم شهر مزار شریف هدف انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه یک پلیس زخمی و یک فرد ملکی جان باخته است. وزارت امور داخله میگوید که در نتیجه حملات و انفجار ماین طالبان در روز گذشته 6 غیر نظامی جان باخته و 21 تن دیگر زخمی شده اند. حامد روشن معاون سخنگوی وزارت داخله گفت که این غیر نظامیان در ولایت های لغمان، تخار، سرپل، خوست و ننگرهار قربانی انفجار ماین و حملات گروه طالبان شده اند. آقای روشن افزود که در میان کشته شدگان یک کودک و در میان زخمیان این حملات زنان نیز شاملند. و همچنان افزود این رویدادها در ساحه منجان ولسوالی الشنگ لغمان، در ساحه قندهاری قشلاق ولسوالی خواجه غار تخار، در قریه سیاد ولسوالی گوسفندی سرپل، در ساحه سبزآباد حوزه هفتم شهر جلال آباد ولسوالی حصارک ننگرهار و در ساحه نهارکلی ولسوالی صبری خوست انجام شده است. معاون سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید که گروه طالبان با تعبیه و انفجار ماین‌ها هر روز از غیر نظامیان قربانی میگیرند. او این رویکرد گروه طالبان را خلاف همه معیارهای جنگی عنوان کرد. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند.
اتحادیه سراسری مرغدان کشور اداره تدارکات ملی را متهم به برخورد سلیقه‌ای کرده میگویند. اداره تدارکات خلاف تفاهم‌نامه‌ای که آنان با دولت داشتند، قرارداد گوشت و تخم مرغ سال جدید را با اتحادیه مرغداران افغان سپرده و سهم اتحادیه سراسری مرغداران را نادیده گرفتند. مسئولان این اتحادیه میگویند سکتور خصوصی کشور توانه تولید نیازمندی های داخلی را دارد، اما چنین برخوردهای سلیقه‌ای به شرکت های داخلی زیان وارد میکند. اتحادیه سراسری تولید مرغداری تا یک نشست خبری در کابل میگوید با وجودی که تفاهم‌نامه پنج جانبه میان اداره تدارکات ملی، وزارت‌های زراعت، امور داخله، دفاع ملی و اتحادیه مرغداران در سالهای گذشته به امضا رسید و هدایت رئیس جمهور نیز این بود که پروسه اکمال گوشت و تخم مورد ضرورت نهادهای امنیتی و دفاعی به تولید کنندگان و مرغداران داخلی سپرده شده بود، اما در قرارداد سال 1400 اداره تدارکات یک جانبه عمل کرده و قرارداد گوشت و تخم مرغ را با اتحادیه افغان به امضا رسانده است. مسئولان اتحادیه سراسری مرغداران ادعا دارند که به اساس بررسی وزارت زراعت، اتحادیه مرغداران افغان ظرفیت و توانایی تولید گوشت و تخم مورد نیاز را ندارد، اما اداره تدارکات با برخورد سلیقه‌ای چنین اقدامی کرده است. یک تفاهم‌نامه امضا شد مطابق با مو هدایات فیصله کمیسیون تدارکات ملی. به همین دلیل آفر تدارک تخم و گوشت مرغ ساله 1400 و 1401 هم به همو اتحادیه افغان داده شد که ما اعتراض خود به ابتدا به اداره تدارکات ملی ارائه کردیم. اعضای اتحادیه سراسری مرغداران از اداره تدارکات ملی خواستار لغو این قرارداد شده و تاکید دارند که اکمال گوشت و تخم مرغ مورد نیاز نهادهای امنیتی باید با شفافیت به تمام تولید کنندگان داخلی مطابق با ظرفیت آن سهم داده شود. روی ملحوظات و فساد اداری که در تدارکات موجود بود تا سال نیمه سال 98 نتونستیم که همچنانی که باید سکتور مرغداری افغانستان در قراردادها داخل شود، نتوانستیم که جایگاه خود ما پیدا بکنیم. مسئولان این اتحادیه میگویند در شرایطی که تولید کنندگان داخلی نیاز به حمایت دولت دارد، نباید چنین اقدامات یک جانبه صورت گیرد. آنان تاکید دارند در صورت حمایت دولت، سکتور خصوصی توانایی تولید نیازهای داخلی را دارد و نیاز به واردات بیرونی نخواهد بود. یکی از او سیاست‌های مایوی خریداری حکومت از تولیدات داخلی است. چون دولت بزرگترین خریدار است، بنان آنچه که ارجحیت داده میشه برشان به تولیدات داخلی است. در حال حاضر بیشتر از 10,000 فرم مرغداری در کشور فعالیت دارد. با این وجود این شرکت ها از واردات غیرقانونی گوشت و تخم مرغ از کشورهای پاکستان و ایران انتقاد کرده و از حکومت میخواهند از قاچاق این موارد جلوگیری کند. وزارت صحت عامه میگوید که از نخستین روز آغاز روند تطبیق واکسن کرونا تا کنون بیش از 65,000 تن از کاتگوری های مختلف افراد جامعه واکسین شدند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه امروز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی شامل این افراد نمیشوند. آقای نظری روز گذشته گفته بود که در حال حاضر 10 کاتگوری از افراد جامعه شامل آموزگاران، نیروهای امنیتی و دفاعی، کارمندان صحی، کارمندان رسانه ها، افراد بالاتر از 50 سال، مهاجرین، بیجا شدگان و افراد دارای امراض مزمن می توانند واکسن کرونا دریافت کنند. افغانستان تا کنون نزدیک به 1,000,000 دوز واکسن کرونا را از هند و سازمان کوکاس دریافت کرده است. در گام نخست قرار است 20% نفوذ کشور در برابر ویروس کرونا واکسین شوند. در ادامه گزارش نرخ و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول. یک پوند انگلیس 105 افغانی و 60 پول. یک یورو 90 افغانی و 50 پول. یک درهم امارات 21 افغانی. یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول. 1,000 تومان ایرانی 2 افغانی و 80 پول. 1,000 روپی هندی 1,055 افغانی و 1,000 روپی پاکستانی 495 افغانی.
در خارج از کشور. آرامش مرکز شهر واشنگتن پس از چاشت روز جمعه هنگام برهم خورد که یک راننده با سرعت زیاد موترش را به سوی موانع ساختمان کنگرس آمریکا راند. او با هدف قرار دادن دو افسر پلیس توسط موتر خودش بیرون پرید و تلاش کرد با چاقو سایر افسران حاضر در محل را هدف حمله قرار دهد. فرد مهاجم که هویتش معرفی نشده در تیراندازی پلیس کشته شده است. رئیس پلیس قصر کنگرس به خبرنگاران گفته که هیچ نشانه دیده نشده که ثابت کند این حمله با تروریسم ارتباط داشته باشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که از شنیدن خبر کشته شدن یک مأمور پلیس غمگین شده است. به دنبال رویداد پلیس ممنوعیت قطعی بر رفت و آمد در اطراف ساختمان کنگرس را وضع کرده است. همچنان ده ها افسر اردوی آمریکا در محل رویداد مستقر شدند و تدابیر خیلی جدی امنیتی به اجرا گذاشته شده است. نگرانی ها از امنیت این ساختمان پس از تهاجم 6 جنوری امسال از سوی هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا افزایش یافته است. در حمله حدود 3 ماه پیش 5 تن به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. سازمان نظارت بر دارو و تولیدات بهداشتی در بریتانیا تایید کرد که 7 تن پس از دریافت واکسن آکسفورد آسترازنکا در نتیجه نوع غیر معمولی از لخته شدن خون در این کشور جان باختند. تا 24 ماه مارچ سال جاری از میان 18 میلیون نفر که این نوع واکسن کرونا را در بریتانیا دریافت کردند، در مجموع تنها 30 تن به لخته شدن خون دچار شدند. هنوز مشخص نیست که این فقط اتفاقی بوده یا یک عارضه جانبی واقعی واکسن. با این حال سازمان نظارت بر دارو و تولیدات بهداشتی میگوید تاکنون فواید و کارکرد این واکسن بیشتر از خطر آن بوده است. اما این نگرانی باعث شده کشورهای از جمله آلمان، فرانسه، هلند و کانادا استفاده از این واکسن را تنها به افراد با سن بالاتر محدود کنند. اخیراً آلمان از شناسایی 30 مورد لختگی خون و 9 مورد مرگ در میان 2.7 میلیون نفر که این واکسن را دریافت کردند خبر دادند که بیشتر موارد در میان جوانان یا زنان میانسال گزارش شده است. گروه های حقوق بشری روسیه با انتشار گزارش درباره دخالت این کشور در جنگ سوریه از مردم این کشور خواستند مسئولیت موارد سوء استفاده و نقص حقوق بشری در سوریه را بپذیرند. گزارش این گروه ها در 10 سالگرد جنگ داخلی سوریه منتشر شده است. این اولین گزارش درباره دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه است و هدف از تهیه آن نشان دادن قربانیان اقدامات نظامی روسیه در سوریه است که تاکنون برای عمده رسانه‌های روسی موضوع تابو بوده است. تهیه کنندگان این گزارش گفتن آنها میخواهند مردم روسیه این گزارش را بخوانند و مسئولیت خود را مورد آنچه به آنها در سوریه اتفاق میافتد درک کنند. تهیه این گزارش 2 سال طول کشیده و تهیه کنندگان این گزارش با سوریه هایی که از جنگ به لبنان، آلمان، روسیه و سایر کشورها گریخته‌اند مصاحبه کردند. همزمان با اعلام افزایش آمار مبتلایان، وزارت صحت ایران از قرمز شدن وضعیت تهران، کرج و اصفهان در روزهای آینده خبر داده و ستاد کرونا اعلام کرده مبتلایانی که در نوروز به سفر رفتند جریمه می شوند. بر اساس گزارش وزارت صحت ایران در روز شنبه وضعیت 48 شهرستان قرمز و 126 شهرستان نارنجی اعلام شده است. در این گزارش همچنین آمده که به زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز خواهند شد. بر اساس تعریف ستاد کرونا در وضعیت قرمز یا خیلی پرخطر از هر 100 هزار تن در یک شهرستان دست کم 10 تن و در وضعیت نارنجی یا پرخطر از هر 100 هزار تن در یک شهرستان دست کم 6 تن به دلیل ابتلا به کرونا بستری شدند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم روز شنبه با اعلام سفر بیش از 15 هزار تن با تست کرونا مثبت در نوروز گفت این افراد که کد ملی آنها مشخص است به دلیل نقص قرنطین به ازای هر روز 200 هزار تومان جریمه می شوند.
به این ترتیب آمار رسمی بیماران کووید 19 در ایران به 1,920,394 تن و تعداد کل جانباختگان به 62,999 تن رسیده است. سپاس بیننده های عزیز از توجهتان، وقتتان خوش، خدا نگهدار.